شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پدرام فروهر، روزنامه نگار از فعالین مستقل جنبش دانشجویی و فعال حقوق بشر در تهران هستیم. آقای پدرام فروهر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو، لطف کنید و گزارش اعتراضات مردم رو پس از مراسم تنفیذ برای شنوندگان عزیز توضیح بدهید. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادگان و تشکر میکنم از شما که مجددا این وقت رو در اختیار من قرار دادید تا گزارش امروز رو ارسال کنم. دوشنبه 12 مرداد ماه مصادف بود با روز تنفیذ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برآمده از کودتا و رئیس جمهور تقلبی ایران که توسط بیت رهبری، توسط سیدعلی خامنه‌ای رهبر ایران انجام شد و رهبر ایران ضمن تشکر و تقدیر از زحمات این 4 ساله بار دیگه حکم محمود احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور ایران به او تنفیذ کرد. اما این مسئله باعث اعتراضات شدید مردمی شد و تهران هم مجددا جو ناآروم و متشنجی رو داشت. عرض کنم خدمت شما که میدون ولیعصر یکی از نقاطی بود که شدیداً ماموران نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای لباس شخصی به صورت گسترده در محل ایستاده بودند و مرورها رو تحت کنترل داشتن و با مردم برخورد میکردن و تجمعات 2 نفره را حتی اجازه نمیدادن که کسی با کسی تو خیابون بیسته و صحبت بکنه. میدون هفته تیر آروم بود، ماموران نیروی انتظامی نبودن، میدون صادقیه بسیار شلوغ بود و ماموران ایستاده بودن، اما بیشترین تشنج و بیشترین درگیری ها تقاطع خیابون بهشتی و ولیعصر بود که مهدی کروبی اومده بود و اونجا سخنرانی کرد و بعد از این تشنج ایجاد شد و نیروهای انتظامی و نیروهای گارد، نیروهای بسیج و نیروهای لباس شخصی به مردم حمله کرد و این گازاشکاور زدن و مردم رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و کتک زدن و مردم که فرار میکردن به خیابونها و کوچه های اطراف محل تحت تعقیب نیروها قرار میگرفتن و دستگیر میشدن. میدون صادقی هم شلوغ بود، از چاره ولیعصر تا میدون انقلاب، از میدون انقلاب تا آزادی بسیار شلوغ بود و تجمع بسیار خوبی انجام شد و مردم حضور داشتن و شعارهای الله اکبر مرگ بر دیکتاتور میدادن و عرض کنم خدمتون که اونجا هم به هر حال مامورین نیروی انتظامی مردم رو سعی در متفرق کردن مردم داشتن و با باتوم و چوب حمله میکردن به مردم، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن. اما میدون فاطمی روبروی وزارت کشور هم بسیار شلوغ بود و یکی از مکانهایی که
یکی از پایگاه هایی که این نیروها از اونجا سازماندهی می شدن وزارت کشور بود. وزارت کشور پر بود از ماشین های سیاه رنگ یگانه ویژه و پر بود از ماموران نیروی انتظامی که و لباس و بسیجی ها و گاردی ها که روبروی وزارت کشور به فاصله های دو قدم ایستاده بودن و همه مجهز با لباس های مشکی با کلاه باتوم و اون سپر و اون لوازم ضربگیری که همه با اونها آشنا هستن و تو این روزها زیاد دیدن و با مردم برخورد میکردن و ماشینایی که حالا حتی بر اثر ترافیک شدیدی که اینا ایجاد کرده بودن و گرمای هوا بوق میزدن با اون ماشین ها به صورت وحشیانه برخورد میکردن، حمله میکردن، میزدن و دستگیر میکردن و این وضعیت همچنان تا الان هم ادامه داشت، همچنان شلوغ بود. گردان شهید مطهری، این افرادی که تو میدون ولیعصر ایستاده بودن یه جلیقه‌های سبزی رو تنشون کرده بودن که پشتش نوشته بود گردان شهید مطهری و هر دو قدم سه قدم ایستاده بودن و ماشین‌هایی بود که از کلانتری‌های نقاط مختلف تهران مثلا کلانتری 102 پاسداران و نقاط دیگه ماشین‌های که حالت زندان دارن و افراد دستگیر شده رو در اون حمل و نقل میکنن ایستاده بود و مردم رو اونهایی که دستگیر میشدن رو سوار اونها میکردن و با خودشون میبردن. در غرب میدون ولی از هم نیروهای بسیج وایساده بودن، بسیج و لباس شخصی ها بودن که با موتورهای قرمزشون وایساده بودن و ساعت حدودا ساعت 6 بود که داشتن توجیه می شدن که با مردم برخورد کنن. اما تا الان فعلا خبری از دستگیر شده ها و یا حتی کشته شدن شهروندان ما و افرادی که معترض هستن به این کودتای عظیم انتخاباتی فعلا در حال حاضر خبری در دسترس نیست. این خبرم اضافه بکنم که جنوب تهران هم بسیار شلوغ بوده و تظاهرات هایی رو انجام دادن که صدای هلیکوپترها و خود هلیکوپترها هم در اونجا سطح منطقه پرواز میکردن. همچنین در مراسم حکم تنفیذ ریاست جمهوری که امروز برگزار شد چهره ها، هنرپیشه ها و ورزشکارانی مثل افشین قطبی، حسین رضازاده و عرض کنم خدمت شما احمد نجفی و محمد رضا شریفی نیا هم دیده شد و اینها متاسفانه در این مراسم حضور داشتن و چهره واقعی خودشون رو